had to در واقع had to مدل گذشته ی have to هست و هستش و در واقع مدل مثبتش همون حالت ابلیگیشن تو گذشته است مدل منفیش هم باز با همون مفهوم آپشنال اما تو گذشته است بنابراین حد uh, تو یه جور ابلیگیشنه یه جور اجباره اما دیدنت have to آپشنال اختیاریه مجبور نبودی این کارو بکنی فقط تنها فرقش با هفتو to هست اینه که زمان زمان گذشته است و در واقع برای ماست هم برای گذشته ماست هم استفاده میشه چرا برای اینکه ماست مدل گذشته هم نداره پس هر وقت میخواین از یه اجباری تو گذشته حرف بزنید دیگه اینجا ماست به دردتون نمیخوره مجبورید که از مدل حد تو استفاده کنید. خب میریم سراغ جملات مثبت این مدل که در واقع چیزی خارج از قالب همیشگی نداره. Subject, Auxiliary, Verb که باید Base Form باشه و بعد Object Extra Information. برای همه سابجکت ها در واقع ما از حد تو استفاده میکنیم. برعکس مدل هفتو و هستو که یه سری سابجکت ها هفتو بود یه سری سابجکت ها هستو اما برای مدل گذشتهش برای تمام سابجکت ها بلا استثناء از آکسیلری تو استفاده میکنیم حتما باید بعدش ورب بیس فرم باشه چون کنار اکسیلریه و بعدم ادامه جمله نکته مهمی که هست اینه که وقتی شما از حتو حت استفاده میکنید دقیقا جملاتتون باید دلالت داشته باشه بر یک اجباری در گذشته و نکته دیگه هم اینه که شما حتی حتو حت رو میتونید برای گذشته ماست هم استفاده کنید چون ماست مدل گذشته هم نداره بنابراین هر وقت شما میخواین در مورد یه اجباری توی گذشته صحبت کنید دیگه اونجا ماست به هیچ آمان به دردتون نمیخوره مجبورید که از همین آکسیلری حد استفاده کنید خب ببینید ما یه سری سابجکت داریم اینجا در کنارش حد تو ورب و ادامش I had to do my homework at school من مجبور بودم که مشقم رو تو مدرسه انجام بدم. You had to come home early when you were 18. تو مجبور بودی که زود بیای خونه وقتی 18 سالت بود. He had to be polite at school. اون مجبور بود که تو مدرسه معدب باشه. She had to do the spring cleaning before New Year. اون مجبور بود که قبل از سال نو خونه تکونی بکنه. It had to be fixed at that time. این مجبور بود که تعمیر شده باشه تو اون زمان. We had to stay at home in pandemic time. زمان پاندمیک یا فراگیری و همگیری ویروس هممون مجبور بودیم که توی خونه بمونیم. They had to take the jab or vaccination last year. اونا پارسال مجبور بودن که واکسینه بشن. My family had to stay together. خانواده من مجبور بودن که با هم بمونن. Our team had to win last year. تیم ما پارسال مجبور بود که برنده بشه. Our customers had to register on time last month. مشتری های ما ماه پیش مجبور بودن که به موقع ثبت نام کنند. My students had to practice a lot yesterday morning. دانشجوهای من یا دانش آموزان من دیروز صبح مجبور بودن خیلی تمرین بکنن. Our neighbors had to put the trash out at 8 p.m. before. همسایه های ما قبلا مجبور بودند که آشخالا رو ساعت 8 بذارن بیرون. پس ببینید تو تمام اینها در واقع مفهوم اجبار توی گذشته وجود داره خب در واقع برای مدل منفیش از نظر ساختار چیز جدیدی نیست همون سابجکت دیدنت به اضافه اکسیلری، بعد ورب و بعد ادامه و این نکته مهمی که هست همون جوری که من بهتون گفتم have to و has to یه جور obligation هن. don't have to یا doesn't have to optionalن دقیقا اینجا همین داستانه شما وقتی از مدل منفی had استفاده میکنید دیگه در مورد اجباری دارین حرف نمیزنین در مورد یه آپشن دارین حرف میزنین یعنی وقتی شما میگین من مجبور نبودم رو سری سرم کنم یعنی اگه سرد میکردی اوکی بود سرد هم نمیکردی کسی جلو تو نمیگرف پس در واقع مفهوم منفیش همون مدل آپشناله فقط توی گذشته خب طبق معمول ما یه سری سابجکت داریم برای همه سابجکت ها دیدنت میاد که منفیش بکنه آکسیلری میشه هفتو دیگه اینجا حتو حت نمیگیم یعنی اون دیدنت وقتی میاد دیگه آکسیلری خالص میاد میشه هفتو فعل بعد حتما به فرم باشه و بعد ادامش برای مثال I didn't have to study in summer on my vacation یعنی اینکه من مجبور نبودم که توی تابستون تو تعطیلاتم درس بخونم You didn't have to buy that house in 1998. سال 1998 تو مجبور نبودی اون خونه رو بخری. He didn't have to have two jobs when he was sick. اون زمانی که مریض بود مجبور نبود دو تا شغل داشته باشه. She didn't have to marry when she was 18. وقتی 18 سالش بود مجبور نبود ازدواج کنه. It didn't have to be clean. این اون دستگاه یا حالا هر چیزی که شی باشه مجبور نبود تمیز باشه. We didn't have to travel then. ما اون موقع مجبور نبودیم مسافرت بریم یا سفر کنیم. You didn't have to answer them when you were tired. تو وقتی خسته بودی مجبور نبودی جوابشونو رو بدی. They didn't have to come yesterday. اونا مجبور نبودن دیروز بیان. Our neighbors didn't have to help each other in pandemic. زمان پندمیک یا همه گیری ویروس همسایه های ما مجبور نبودن به هم کمک کنن. My family didn't have to eat dinner Or My family didn't have to have dinner together in 2000 خانواده ای من سال۲هزار مجبور نبودن که با هم شام بخورن. My team didn't have to score three goals last year تیم من پارسال مجبور نبود سه تا گل بزنه. پس ببینید تمام مفهوم های یه جور آپشنه توی گذشته. خب در واقع برای مدل سوالی هم سوالیش با دید شروع میشه و سابجکت و بعدش هفتو فیل بیس فرم و ادامه سوال برای مثال اول دید میذارید برای تمام سابجکت های یکیه بعد هفتو بعد فیل بعد بیس فرم بیاد و ادامه سوال برای مثال دید آی have دو مای my ورک ات school؟ آیا من مجبور بودم که رو تو مدرسه انجام بدم؟ Did you have to come home early when you were 18? آیا تو وقتی 18 سالت بود مجبور بودی که زود بیای خونه؟ Did he have to be polite at school? آیا او مجبور بود که تو مدرسه معدب باشه؟ Did she have to do the spring cleaning before the new year? آیا او مجبور بود که قبل از سال نو خونه تکونی کنه؟ Did it have to be fixed at that time? آیا اون دستگاه یا اون شی مجبور بود که در اون زمان تعمیر شده باشه؟ Did we have to stay at home in pandemic time? آیا ما مجبور بودیم که تو خونه بمونیم تو زمان همهگیری ویروس؟ Did you have to take the jab or vaccination last year? آیا تو پارسال مجبور بودی که واکسینه بشی؟ Did they have to stay together? آیا اونها مجبور بودن که با هم بمونن؟ Did our neighbors have to win last year? آیا همسایگان ما پارسال مجبور بودن که برنده بشن؟ Did my family have to pay on time last month? آیا خانواده من ماه پیش مجبور بودن که به موقع پرداخت کنن Did my team have to practice a lot yesterday morning آیا تیم من دیروز صبح مجبور بود که یه عالمه تمرین کنه پس ببینید شما میتونید حتی فعل ها رو جابجا جا کنید ولی اون مفهومی که دلتون میخواد رو ازش بگیرید و دقیقا مدل سوالی برای گذشته همونجوری که بهتون گفتم برای ماست هم اگه بخواید سوال کنین چون ماست سوالی نداره ترجیحا از مدل های هفتو و هتو استفاده میکنید خب ما الان یه چند تا جمله رو با هم دیگه تمرین میکنیم من مجبور بودم ساعت 6 خونه باشم خب این جمله هم توش اجبار هست هم جمله مثبت هم گذشته است so i had to be at home at 6 دیشب مجبور شدم زود بخوابم i had to sleep early last night ما مجبور بودیم یونیفرم تیره بپوشیم وقتی مدرسه میرفتیم. We had to wear dark uniform when we went to school. قبل از ویروس همگی مجبور نبودیم ماسک بزنیم. خب این جمله منفیه و در مورد گذشته است. We didn't have to wear mask before pandemic. قبل از اینکه ازدواج کنی مجبور بودی آشپزی بکنی؟ این مدل سوالیشه. Did you have to cook before you got married? Please subscribe the channel if you want to see other videos. Push the bell button to get the notification for the new videos. And like it if you learned anything new. اگه میخواین ویدیوهای دیگر ببینید و پیج رو گم نکنید حتما سابسکرایب کنید برای دریافت نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید و اگه این ویدیو برای یادگیریتون مفید بود ممنون میشم لایک رو فراموش نکنید. Thanks a lot. See you.